أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. صدق الله مولانا العظيم، والصلاة والسلام على محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. برادران وهمشيرهاي محترم، امروز هم بتوفيق الله سبحانه وتعالى برای شما پروگرام خود را از تلویزیون جهانی پیام افغان آغاز کردیم و امروز ما در سوره البروج که یک سوره در قرآن کریم است، در اخیر در سوره بعد از سوره نبأ، و این سوره در مکه مکرمه نازل، سوره مکی است و در سوره مکی بسیار مردما، مشرکا، مسلمانا را اذیت میکردن. از آن جمله اولین زنی که شهید شد، اول کسی که شهید شد یک زن است به نام سمیه، و او را ابو جهل کافر ملعون شهید ساخت به نسبت از اینکه او کلمه خواند. او مؤمن شد، از سبب ایمانش او را شهید ساخت. الله سبحانه و تعالی این آیت که نازل شده، اینال ای سوره را که نازل کرده، درباره کافرها هستند که مؤمنان را میکشن. یعنی اینا چی ندارن دیگه، قصد فقط کشتن مؤمنان است. کسانی که مؤمن است، مسلمان است، اونا را به قتل میرسانن. این سوره بنابرای سبب بسیار مهم است. میخوایم که شما به دقیق گوش بدین. و السماء ذات البروج، الله سبحانه و تعالی میفرماید که الله سبحانه و تعالی قسم یاد کرده است به آسمان. الله سبحانه و تعالی برای بنده ها ایست که به نام الله قسم بخورن. من کان حارفا فلیحلف بالله او لیصمت. کسی که قسم میخوره از بنده های خدا باید به نام خدا قسم بخورد، اسماء خدا را یاد کنه، قسم بخورد. اما خداوند هر چیزی که خواست به او قسم میخوره، زیرا از خدا که در بالا دیگه چیز نیست. بنابراین به مخلوقاتش قسم میخوره که یکی از او مخلوقاتش آسمان است که صاحب برجه هاست. این را اینالی برتان شرح میکنم که صاحب برجه ها چیست. آسمان یعنی ای صاحب برجه هاست، ذات البروج. ای بروج عبارت از کی است؟ مدارهایی است که در او انتقال میکنند. امی کواکب آسمان، آسمان ایتی یک سطحی از زمرد یا استلاجی چی نیست، بلکه فضاست. لیکن در او اینمی مخلوقات خودم کواکب است، آفتاب است، ماتاب است، همسالی از دیگر کواکب است که بسیار ای کائنات
کلان است و انسان حیران میمانه که چقدر مخلوق کلان خداوند هست کرده. و زمین یکی از او چیزهاست، از چیزهای کونی الله است که خلق کرده است. اینالی الله سبحانه و تعالی میگه و السماء ذات البروج، قسم به آسمانی که صاحب برجه هاست. و او برجه ها را این مداره هایی گفته که هر کدام سه ماه در اون مدار یعنی چی می باشه. او کدام است؟ گفته حمل، ثور، جوزا، بنامه های دیگه هم است. بنامه ازی هم ذکر است تفسیر که حمل و ثور، جوزا و سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت. 12 برج است و در هر کدام ازی سه ماه است. مثلا حمل سه ماه است. هر کدام شما میدانید که سه همه گیش 12 ماه میشه. یعنی در این هر کدام این مدارها یعنی حرکت میکنه این کوکب آسمان که آفتاب است و ماتا، هر کدام یعنی چی میکنه؟ سه ماه در هر کدام. این را به نام بروج یاد میشه، یعنی مدارهایی که در اون انتقال میکنن. و السماء ذات البروج و الیوم الموعود، و قسم میخوره به روز موعود. روز موعود چی است؟ روز حساب، روز حساب دهی. و کما بدعناکم اول خلق نعیدو، خداوند میگه که ما روز آخرت پس اعاده میکنم. اما تو که شما را خلق کردم، در ابتدا خلقت نبود، ما او را خلق کردم، کائنات به وجود آوردم، انسان به وجود آوردم، همه چیز به وجود آوردم. امی رقم بعد از مردن که اینا مرد پس خلق میکنم دیگه کائنات، عین امو کائنات را یعنی با مثل امو کائنات دیگه از او کده بهتر، از او کده خوبتر و ما خلق میکنم. کما بدعنا اول خلق نعیدو وعدا علینا انا کنا فاعلین. ای وعده میکنم برای شما، وعده های خداوند اختلاف خلف نداره. اما چیزی که خداوند گفت اما تو میکنه، اما تو میشه. و این وعده ای ماست برای شما که بعد از شما را پس باز ما زنده میکنم، این کائنات پس زنده میشه، امی آسمان، امی ماتا، امی آفتاب. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار. اینه الله سبحانه در سوره ابراهیم میگه یوم تبدل الارض غیر الارض، یو زمین دیگری پیدا میکنه که غیر این زمین است. تو بدل غیر سماوات، آسمان ها را پیدا میکنم. و برزو لله الواحد، لیکن او کائنات نوی که پیدا میشه مثل سابق و نیست، گوه هاست و کسی را دیدن میتانه چی نه، هم برزو لله الواحد القهم اگه دیده میشه. در مشرق باشی مغرب میبینی که چی کنی، یعنی به این رقم پیدا میشه. خب و السماء ذات البروج و الیوم الموعود، روز موعود یعنی روز آخرت است، روز حساب است، حساب است که از انسان حساب میگیره که چقدر عمر کردی و چقدر جوانی بود، در جوانی چی کردی، در پیری چی کار کردی، در وقتی که تو یعنی مثلا چی کردی برای دین خدا چی کار کردی تو. در مقدمه ابن خلدون میگه که بسیار مردم از عدم فقاهت، از نادانیشان در دین گناهگار میمورند. فکر میگه این گفت مهم است. بسیار مردم گناه نمی کنند، لیکن از بس که نادان هستند در دین او گناهگار میمورند. الله سبحانه و تعالی او رو جزا میده که تو یک وقت زنده بودی، چرا در دین خدا نفهمیدی؟ از یک عالم گوش نگرفتی، یک چیزی را نخواندی، یک چیزی را نفهمیدی در دین، در دنیا کار کردی درست، انجینر شدی، فلان شدی، شدی، اما در دین خود تو باید یک چیزی وقت خود ضایع میکردی که تو چی میفهمی. در حالی که گناه نکرده است لیکن گناهگار میمره. این ابن خلدون در مقدمه خود میگه سبب از اینکه بیباک است در امر دین، نه گوش میگیره،
نه به علما احترام میکنن، نه اوازشان بدشان میاد و یک رقم مردم ملحد و بیدین و یعنی تو سکولر و چی هستن. ای با کلی اگر چی گناه نکنه اینا گناهگار میمورن از سبب یعنی که یک جستجو، یک فکر، یک چیزی در راه دین. و بعد از او که فکر پیدا کرد، بعد از او گفته که مشاجره کنه، وقتی که حق فهمید ولو که عالم نیست، به همراه کسانی که گپی بد پیدا میکنه، یک گپی دروغ، یک گپی مثلا غلط دین پیدا میکنه، همراه از او باید مشاجره کنه. یعنی ای آدم مسلمان است، اما مسلمان همی نیست که ایمان بیاره و قرار خواه کنه دیگه، ای طور نیست. اگر عوام هم است باید که خود بفهمانه، یعنی می دعوت ها را گوش بگیره، امی گپ ها را گوش بگیره. ایست والیوم الموعود و شاهد و مشهود، و دیگه ایست که او روز روز شاهد و مشهود است. شاهد ایست که تمام مردم در او روز شهادت میته، هر چی را که میبینه که یعنی مثلا ای چی رقم آدم است، چی رقم ای نشان داده میشه برای مردم. پیش از این که از قبر میبره پیش سینش، اما تمام اعمال از این واضح میشه. یبعث من فی القبور و حصل ما فی الصدور، اما چیزی که در سینش هست پت مخفی. اگر منافق بود نفاق ظاهر می شود، اگر مؤمن صادق صدقش ظاهر می شود، اگر کافر بود کفرش ظاهر می شود، و اگر شاهد می خواهد دست شهادت می ده، پای شهادت می ده، چشم شهادت، زبان شهادت می ده. هیچ این کار کرده نمی تواند از یک کار بد، حتی زمین شهادت می ده. إذا زلزلت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها قال الإنسان ما يوم إذن تحدث أخبارها. يعني الزمين هم أخبار خدا ميتة خدا بأن ربك وحالها، زيرا كي الله سبحانه وتعالى برز وحي ميكونه كي بقى الزمين سنتي آدم چي كار كد خون ريختان مسلمان را كشت، چي كار كد مسلمان مسلمان را كشت، اي رقم مسلمان است كي مسلمان مسلمان ميكشه. نه زمین شهادت میده، بله من دیدم که اینی آدمی را کشت. همه تو روزی است که ذره ذره حساب گرفته میشه. از این سبب عقل تقاضا میکنه که روز آخرت باشه، زیرا در این دنیا هیچ حق و باطل معلوم نمیشه. یک آدم خدا به لباس حق میزنه در حالی که او باطل میباشه، ولی روز آخرت باید بیاید. به نسبت از اینکه یک آدم صد نفر رو میکشه، یک انفجاری میکنه صد نفر میمونه، یا هیتلر 6 میلیون یهود رو کشت. اما مثلا این همسال از این یعنی اگر در دنیا از این قصاص بگیره خو یک نفر قصاص میکنه، این دیگه نفر رو چطور کنه؟ نه، الله سبحانه و تعالی میگه در سوره نساء میفرماید که والذین کفروا بآیاتنا سيصلون نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليذيق العذاب. إلى در آخرت امی آدمی که 6 میلیون نفوس 20 نفر کشته، 1000 نفر لشکر کشته، همه از اینا را از پیش حساب گرفته میشه، مانده نمیشه. زیرا که آدم که عذاب میبینه از پوست بدن خود. برای از این قرآن میگه که ما سلوسلیهم نارن، اینا را داتش دوزخ درو میکنیم، ثم بدلناهم جلودن. باز وقتی که فرسوده شد سخت پوست بدنش، که دمی پوست بدن ای عذاب احساس میکرد، بدلناهم دیگه جلده برش میندازیم فورا که او را بگیره، که ای قسمت آدم دیگر را که کشته باز دیگر را برش میندازیم. یعنی ای خلاص نمیشه از یه عذاب، از یه عذاب میمانه. الله سبحانه و تعالی عادل است، عدالت شروع میشود، هیچ کس چی نمیشود، یعنی بی عدالت نمیمانه. در این دنیا بسیار مردم مظلوم میمره میره، اما در اوجا اینمی چیزا همگی چی میشود، همی ظلم از بین میره.
ببینین دا وقتی که جهاد بود در افغانستان، وقتی که جهاد بود در افغانستان، ما دیدیم که در وقت ما جهاد در کتاب و سنت می خواندیم که جهاد نمی جهاد چی است، اما که دیدیم راستی که جهاد ما فهمیدیم که چقدر فایده داره. یعنی جهاد از قله اسلام است، یعنی کلانترین چیز در اسلام جهاد است، که او در جهاد انسان میفهمه حقایق دین را، که چطور کافرها وقتی که حمله میکنه سر مسلمان ها، مثل که ما از خواب خستیم، صبح خستیم دیدیم که تانک های روسی در شهر کابل در روبروی خانه هر کس استاد بود و نولش طرف خانه ما گرفته بود. حیران ماندیم چی گپ شد. رفتم در پوهنتون که خب چپ از همه مردم، مثل که یک مصیبت آمد، بلا آمده باشه. هیچ کس گپ نمیزنه، همه کس جگر خون. بالاخره حیران بود مردم چی کنه. یک دفعه صدای جهاد بلند شد. صدای جهاد که بلند شد، مردم یک روحیه گرفتن و برآمدن با همی تانک، با همی چیزهایی که داشت. همه طور اینا شکست خورد که هیچ باورت نمی آمد به این رقم، و بیشتر از الله اکبر می ترسیدن. پالوی خانه ما سید حسن خان خانش بود، اگه او چی بود، جنرال بود، بسیار آدم مسلمان بود. اون برام سری بامش بام چند سه هوت بود، چی وقت بود که الله اکبر و استاد و امام الله اکبر می گفت امام الله. از پشت خانه ما سرک بود، همه تو بوترهای از اینا به شدت تیر می گرختن که توبه. و ای الله اکبر تمام جهان را گرفته بود در افغانستان، که الله اکبر از هر طرف شروع بود، اینا می گرختن، از الله اکبر می ترسیدن. خب به هر صورت، یعنی ای یک چیزی بسیار مهم است که در مقابل ای تو کافری که مسلمان ها را میکشه باید که جهاد شود. در غیر از او دیگه اونا کشته میره. و شهیدان به هنگ ای را ما دیدیم که یک نفر عرب، یک جوان عرب دیدیم که شهید شده، تفنگش در دستش. ده نفر مجاهد یک کوشش میکنه که تفنگش خلاص کنه، نمیتونه. بالاخره آیات قرآن خواندن، چی کردن، بازی دست یزی واس شد، این تفنگ از پیش گرفتن، او رو دفن کردن بیچاره. این تو مخلوقات چیزایی رو دیدیم که سبحان الله در این جهاد افغانستان بعضی، یعنی در این سه کلغای و چی و در اینجا اقدر روس آمده بودن. یک بچه هم سنفی ما بود، خانه ما سبکی، وقت آمد زنگ زد گریان کرد، گفت که والا هیچ، ما گفت آمدم گریان میکردم که ای چطور از بین برو. ما گفتم قدرت خدا بسیار زیاد است، قوی است، که خدا بخواه ای را از بین میبره، لیکن به شرطی که ای جهاد به صدق و به اخلاص شروع شد. به صدق و به اخلاص شروع شد، از بین رفت. خب ما یک وقت به حج رفتم. وقتی که در جده رسیدم تنها بودم، مرا پایان کرد، گفت که با دیگه موتر برو، اینجا دیگه نفر است از ما چیز باید آمد، که موتر مردم چی آمد، اندوستان، مسلمان های اندوستان، در اون جای بود. ما را شان در همین فرصتی که من چی بودم، یک جوان عرب به امرای ما پرسان کرد، من این انت از کجا هستی؟ مکتوم این افغانستان و ایتور ایتور. گفت از کجا هستی؟ مکتوم از پاکستان، زیرا که ما مجاهد هستیم، چی مهاجر هستیم، از اونجا آمدیم. خب گپ زد، این گرفت به پشتو گپ زد، پشتو قنداری. ما گفتم که تو خب عرب هستی؟ گفت که ما گفت در اونجا یعنی قماندان و این چیز بود، ایتور ایتور. بسیار یک مجاهد تکړه بوده. باز گفت که اگر امی گپ مرا خوب تو میگم که افغان هستی، مش گفت به کس نگو، اگر حکومت سعودی خبر شود که من مجاهد هستم، مرا میگیره، در هلیکوپتر میندازه، مرا روان میکنه در یک جزیره، در یک جایی که او در یک دشت است که نه کسی از او برآمده میتونه، نه با اونجا میمره دیگه، نه آب است، نه چیز. در اونجا
مجاهد چی میکنه؟ امام مالک اسلامی. یعنی ما که آمدیم یعنی پوت هستیم، خود نشان نمیدیم ما مجاهد هستیم. نه نه، ما ابدا این گپ نمیزنم. ما نمیشناسم هیچ کسی از اینا رو که به او قصه تو رو کنم. بر صورت این بچه ها این تو مجاهدی این تو کار کردن بیشتر عرب ها بودن، اما بعد از او بچه ها این همی رقم در گیری مردم های غلطیدن که اونا همه گیچی شدن. خب بیاییم به اصل مطلب ما که و سمای ذات البروج و الیوم الموعود شد. بهتر از برای شما یک قصه ازی رو بکنم که بعد یک پادشاه بوده، یک پادشاه ظالم بوده، دعوای خدایی کرده که ما خدا هستم و هر کسی که یک ساحر داشته ای سحر میکرده، ای ساحرش پیر شده و گفته که برای ما چی بکو، یک شاگرد پیدا کو که شاگردی ای سحر یاد بگیرم، من شاید بمرم چی شو ای جای مرا چی کنه. ای گفته خب یک کسی را پیدا کرده که یک بچه بسیار هوشیار و ذکی داشته، ای را آورده که باعث شاگرد پیش ازی شانده. ای شاگرد راستی هم ذکی آدم بوده، ای که از راه تیر می شده پیش از او می رفته، یک راهب یک قصبگر که خوردی داشته در اونجا مثلا مردم دین نشان می ده. او مسیحی بوده، دین مسیحیت نشان می داده. باز ای بچه در اینجا می در آمده، از این راهب هم می شنویده و پیش ساحر هم می رفته ناوختر. او را می زده که چرا ناوخت آمدی؟ گفته یعنی پدرم من ناوخت شده. خود یک بانه می کده بالاخره. اما گپای راهب یعنی عالم نصرانی در دل یزی میشیشته. میبینین دین نصارا یهود و هر دینی که است همگیش در اصل خود یک چیز است، عقیده با وحدانیت خدا داره. پسان این دینا خراب شده از پیش از اینا تا 500 میلادی که این قصه از این بچه است و این واقع است که رخ داده و این تا او وقت تا 500 میلادی یعنی دین نصارا درست بوده. یعنی میتونه میگفته که خدا یکی است، واحد است، این بچه را نشان میداده. ایس به هر کس همی راه و گفه میزده. ولی این بچه بسیار معتقد شده به این که الله است و یک الله است، دیگه هیچ کس چی نداره و کسی فایده رسانده نمیتونه غیر از یک الله، غیر یک خدا، دیگه کس به کس فایده رسانده نمیتونه. ای به ای عقیده شده. بالاخره ای یک دابه، یک حیوانی کلان در راه پیدا شده، شیر بوده چی بوده، مردم در ایران نمیمانده که پیش بروه. مردم به این بچه گفته که تو میگی خدا یکی هست و ای تو رسو، یعنی تو میگی اگه ای تو رس خواهی نمی بلا را از سری را دور کن. اگه ای را دور کردی ما باز میگم که راستی که گپی تو درست است. ای یک سنگ میگیره، میگه ای خدایا، ای الله که من تو را یاد میکنم، اگه دین راهب درست است خواهی سنگ مرا برسان، اما گفته های راهب درست است، این سنگ روان میکنم به این دابه میاندازم این بمره و ما اینا به مردم میگم که درست است. و اگه دین ساحر درست است، گپ ساحر درست است، هیچ این سنگ ما سر دو تاثیر نکنه. این همیت یک سنگ گرفت سری او حیوان کلان انداخت، کلا حیوان مرد، در چیش خورد و مرد. این که مرد بعد از او مردم به این عقیده پیدا کردن. اما کسا هم یکی میگه که سر ما دم کو، یکی میگه که برای ما دعا کو، یکی میگه من نه، من دعا نمی کنم، من هیچ چیز یاد ندارم، من میگم که دعا میکنم که امو خدای واحد که وحدانیتش ما بیان میکنم، اون امو خدا شما را جور میکنه. اگر شما یعنی به این عقیده شد، میگه ما به این عقیده شدیم، بعد از او برش دعا میگو جور میشه. بالاخره یک آدم اردو چشمش گور است، این خبر میشه این پادشاه امو یعنی وزیر یا چی امو پادشاهی است که دعوای خدایی داره. او میاد پیش بچه، که میاد بچه میگه که برادر تو خود مارم دقم میتی خودت هم، این پادشاه خود خدا میدانه، خواه میگیرم میکشه، نگو که ما گفتیم. بگه نه من نمیگم،
دیگه ایره چی میکنه؟ راضی میکنه، ایر میگیره برازی دعا میکنه، چشما از این جور میشه. ای که میره پیش باچه، باچه میگه که او تو خوب گور بیدی، این چیزا چی شده؟ میگه ایچ خواهی رو محکم میگیره، یک روز با اونا، دیگر روز با اونا، که تو نشان بده. بالاخره نشان میده، ای بچه نشان میده، ای راهب نشان میده، اینا را همه را میبره، راهب خو میکشه و ای بچه را مثلا نفر پلیس خدا میخواه که میگه ایره برو قطع سنگ بسته که سر کو قله کو ایره پس پرتو که ببره. ایره همه تو میکنه. لکن الله سبحانه و تعالی گفت بالعکس میکنه. ایره خداوند نجات میده، ای عسکرا از این میمره. ای پس میاد پیش باچا. میگه چی شد نفرهای ما، پلیسای ما، زبانیه ما چی شد؟ میگه که خداوند مرا نجات داد، اونا را کشت. الله خداوند اون مرا نجات داد، اونا را کشت. باچا ایران میمانه چی رقم؟ باز دیگه نفر خدا رو میکنه، میگیره در کشتی پرتو، کشتی رو چالان که همراه یه روی نفر ها برین، میگه ایره بکشه در بوانن که در بحر ای چیش بغل تا کشتیش ای هلاک شوه و شما خدا بکشن. ای که میره کشتی غرق میشه، بی نفرها غرق میشه، ای بچه نجات پیدا میکنه. باز میه پاچا میه خطو چی شد نفرهای بگو؟ که مرا الله نجات داد، خداوند مرا نجات داد، اونا را هلاک کرد. ای که ایران میمانه که ایچ رقم گف است. خو خیر ای بچه میگه برش که تو مرا کشتن نمیتانی، در یک صورت تو میتانی که مرا بکشی، که یک جعبه ما یک تیر است، این تیر از جبه ما بگی، بگو که بسم الله رب الغلام، به نام خدایی که رب غلام است، پروردگار همی غلام است، ما این تیر را سهم کردم و یک صلیب جور کو، مرا در اوجه ای تو اویزان کو، طرف ما این تیر کمان ببان، طرف ما چی کو فیر کو و تمام یعنی مخلوق جمع کو همه گیره. باز اینمه تو در پیش روی همه گیره بسم الله رب الغلام بزن مرا. باز من میمورم. ایر احمق ساخت. ای امی کار کرد. امی تیر رفت. ای بچه ها که در چیش خورد در این چیش از پیش از خون آمد ای مرد. یک دفعه تمام مردم مسلمان شدن. گفت که ما آمنا به رب الغلام، با تو پاچا که ما ایمان داشتیم پیشتر که تو خدا هستی، تو خدا نیستی، ما ایمان به رب غلام دادیم. یعنی ای بچه چی کار کرد؟ در حقیقت ایره احمق ساخت، یعنی خودش به ضد خودش ای کار کرد که خدای حق یاد کرد. یعنی ای چیش بود. پادشاه بسیار خجل شد. بعد از او ای پاچا چی کار کرد؟ بسیار ظالم پاچا بود. ای در اخدود جور کرد. اخدود در این جمعه ای چی میگه و سمای ذات البروج و الیوم المعود شاهد ماشه قتل اصحاب الاخدود. قتل معنی حلاک شد. اصحاب اخدود یعنی کسانی که زمین شق میکردن در اوی آتش در میدن و مسلمان ها رو در اوی منداختن. فکر چی ما شد؟ اینا حلاک شدن. حلاک شدن یعنی. ای اخدود میگه. در اخدود جور کرد. قوای خدا گفت که هر کسی که می از نمی را که تیر می شود. پرسان کو که تو خدای تو کی است؟ خدای تو اینمی پاچا اینمی کی است؟ که مجبور می سازد مسلمان ها را امیر خدا می دانی یا نمی دانی؟ دیگه خدا می گیری. اگر گفت که خدای ما پروردگار است، اون در می آتش پرتو. اگر نگفت که مرا گفت، علاج کو که بیا در آب برا پشت کارش. مردم دینمی مصیبت گرفتار بود. کسی میگفت که ما خدای ما پروردگارم است، او رو منداخت آتش و میسخ. و کسی که میگفت که یک زن آمد در بغلش یک طفل بود، این طفلکش ای کمی رسید گفت ای زبانی اینه پولیس یزی گفت که کیست خدایت؟ بگو خدایت. ای که گفت که کیست خدایت، ای زن مکس کرد،
یخ مسلمان بود، لکن از بوده طفلش کالی من طفل چی شد آتش پرتم، ده آتش پرتم. طفل برش صدا کرد که مادر تو به حق هستی، پرت خدا ای آتش نیست، ای تو نمی سوزی. یعنی ببینین الله سبحانه و تعالی طفل به گپ آورد. طفل یک طفل نیست که عیسی علیه السلام به گپ آمده، چندین جای طفل به گپ آمده است، چندین جای گپ آمده، یکیش اینمی جای است که پرد خدا، ای که پرد خدا اونا این رفت دیگه چی شد. اما ببینین ای تو حالاتی میه که الله سبحانه و تعالی آتشه که خاصیتی سوزش داره که می سوزانه امیره دور میته خاصیتشه، مثل که به ابراهیم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام دا آتش انداختن آتش رو نسوخت، نسوختن از جو برم گل گلزار برامد هیچ، اما او کافر مرتد ملعون ایمان ناورد. این خاصیت آتش تبدیل میکنه الله سبحانه، همه چیز به قدرت الله است. موسی علیه السلام وقتی که بنی اسرائیل نزدیک بحر رسان دید که از پشت سرش مردم دید که فرعون آمد قتل لشکریاش، اینا برای موسی گفت که چی کردی ما رو خدا گیر فرعونی ها دادی، علی ما رو همه ما رو میکشه. موسی علیه السلام گفت کلا کلا، یعنی هرگز نه، چون که پیغمبر بود میفهمید قدرت خدا رو و چی رو وعدهشه. خدا به من گفته که مشوار نجات میده، کلا و هرگز نه، ما رو خداوند دادست از اینا نمیده. گفت چی تو نمیده، نه خب پشت ما رسید و این پیش روی ما بحر است، بحر احمر. باز موسی علیه السلام خداوند وحی کرد که بزن به عصایت امی بحر، فاضرب بعصاك البحر، بعصای خود این بحر بزن، بعصای خود که بحر زد خاصیت آب تبدیل شد به سنگ، به یک چیز دیگه، این تیتر دیوال دیوال استاد شد، چند بینشان فاصله، این طرف دیوال و طرف دیوال سنگی، آب سنگ شد، اینا تیر شدن. بعضی که فرعون آمد به امرای الله و لشکر دید که اینا هیچ کس نیست، این زور زد که درآیه. موسی علیه السلام میخواست که قطع عصای خود پس بحر بزنه که جاریش اینا نتونه، خداوند گفت که نه نزن ببانش. و چیزی را که از مستقبل و از ماضی و چی خدا میده هیچ کسی دیگر نمیده، نه پیغمبر نه هیچ کس. اینا در آمدن فرعونی ها، بنابراین فرعونی ها که در آمد آب جاری شد، پس آب جاری شد پس این سنگ آب شد، آب شد اینا رو غرق کرد. فرعون یک دفعه که در وقت مردنش خیز انداخت سرش بالا کرد، گفت آمن تو بی ما آمن بهی بنی اسرائیل، یعنی با خدایی که بنی اسرائیل ایمان داره ما هم ایمان دارم. جبرائیل سلام از گلولش گرفت پس خفش کرد که تو آلی آمنی، الان آلی گفت مسلمان شدی، در وقت جان کندن قبول نمیشه توبه. این پس غرق کرد. بوریس موکای یک چیز، یک داکتر فرانسوی است که او مسلمان شده، او یک کتاب نوشته کرده که تورات، انجیل و قرآن. اگر شما، او به زبان عربی هم است به زبان انگلیسی هم است، اگر شما او را لطف کنین بخوانین بسیار فایده میکنین. یعنی در او تمام غلطی هایی که تورات و در انجیل مردم رو تغییر داده ایران بیان میکنه و حقانیت قرآن هم قبول میکنه. اینقدر لذت آور است که اگر شما او رو میخوانین دلتان نمیشه که دیگه کتاب رو بخوانین. یادم ایره از کجا پیدا کردی گفه ایره روان کرده بود که در بازه امی چی که میکنه، امی مرده های فرعون ها را که جور میکنه و یک رقم کدام موادی را میزنه اما تو میمانه. این فرانسوی ها چی میکرد؟ این رئیسی امی لجنه بود، رئیسی امی کمیته بود، اینجا آمده بود ایره که دید باز این
گوش یکی از مرده ها را که چی کرد؟ از بیش گوشش چی برآمد؟ کمی چی خاکستر واری چی برآمد از گوشش، که یعنی چیزهایی که در بحر است اونو رقم گفت. یکی از اینا خود در بحر چی هست؟ ای چی هست؟ گفتن که اینا نمیفهم. مردم گفت که میگن که ای فرعون است. فرعون چیست؟ گفت که خب خواهی ایره چی کرد؟ گفت بیارین تورات. تورات آورد، دید پیدا کرده نتانست. انجیل گفت بیار، انجیل آورد، پیدا کرده نتانست. تمام شب مطالعه میکرد که چی را سر از چی حال گذاشته است. باز یک کسی برش گفت این قصه در قرآن است. در قرآن قصه تغییر نمیخوره، امون رقم که نازل شده امون رقم تا این روزه هست، دیگرها او را تغییر دادن کتابایشان. قرآن که برش آورد اونجا نوشته است که ما تو را پس از بحر بیرون میکنیم فرعون. این در قرآن کریم است. برای از این که تو یک چی باشی برای آینده بشر که هیچ کس دعوای خدایی نکنه، یعنی عبرت باشی برای آینده بشر که تو یک انسان هستی، یک بشر هستی، تو چه دعوای خدایی کردی؟ یعنی برای ارزی اینه که دید اینه می کتاب کتاب حق است. چرا من این نسخه را این گپه نه در تورات پیدا کردم، نه در انجیل پیدا کردم، هر چی که کوشش کردم اونا هم کتاب های خدا بودن، چرا این گپ نیست؟ در این هست همچنان دیگه چیزا را پیدا کرد، دیگه چیزا را پیدا کرد. آدمی فعال جدی بود، بنان این کتاب خدا نوشته کرد و مسلمان شد. و سبب بسیار مسلمان شدن دیگه مردمانی مثلا سکولر و دیگه شد. فکرشون شد یعنی این چی است؟ یعنی علم، تفحص، جستجو انسان را برای نجات میکشاند. خب بر صورت آمدیم سری ازی که اینالی ای بچه سبب ازی شد که او آدم اینه چی شد ای را کشت. ولی خب همه مردم از پیش از او گشتن، خود از او اشتباه کرد، او را قارش آمد، اخدود جور کرد. اخدود در کجاست؟ یعنی شخ کرد زمین ها همه گرد از در گران پر کرد و خودشان بالای سر و چیز میگه که اینا در بالای از اون میشتن سیل میکردن در پایان که اینا چطور در میگیره، اینا چطور در میگیره، همین چیزا رو سیل میکردن. اینا که میسوختن اینا تا او وقت بودن، بعد از اون که اینا میسوختن باز میرفتن. عین چیز وقتی که کمونیستا یعنی در افغانستان موفق شدن، اینا مسلمان ها را جمع میکرد در امو بندی خانه کلانی که داود خان جور کرده بود، پسان با کمونیست ها من او را چی میگفتن یک پلون چی نامش از یادم رفت، در اوجا باز اینا یک کلان یک غار کلان کنده بودن، از هر طرف امی کیا میامد خاکه اینا رو جمع میکرد، در مسلمان ها رو در غار مینداخت، با سر از این خاک مینداخت، خاک مینداخت تا که اینا تا او وقتی که اینا در زیر خاک هم تشور میخورد، اینا شته چوکی های خودم این کمونیست ها شته بودن سیل میکردن و اینا که خلاص میشد که از چی میماندن باز اینا میرفتن. عینی امو رقم او رو پلیگون میگفت. یعنی ای واقعیت است. فکر ما شد یعنی این کمونیست مثل گرگی که پشتی چی بوده این پشت مسلمان ها میگشت. امروز امو کمونیست ها خود کاندید کرده که ما رئیس جمهوری شما میشیم. آقای افغان فکر داره، عقل داره که به کمونیست رای میده، به سکولر رای میده؟ آیا ای عقل در سرش هست یا نیست؟ خب باز اینم اینا همون رقم میکنن، مثل که همون وقت اینمی رقم آدم هم میکشه، عالم میکشه مسلمان ها را. پس چطور شما ای توشون میگه یک چی هست؟ در یک کتابی دیدیم نوشته است، روایات است، آثار است، یکی احادیث است، یک آثار این روایات است که وقت که خراب شد
شعرها شادی میگردن. یعنی او آدمی که مثل شعر واری بود یک دفعه تبدیل میشه به حیث شادی. یک کس میگه که از برکت رسول الله صلی الله علیه وسلم خو انسان شادی و چیز نمیشه. در زمان های سابق و زمان یهودا بود، زمان کی بود، حالا از این چیزا خلاص شده. یعنی از برکت رسول الله صلی الله علیه وسلم این مسخه نیست. میگه در بخاری شریف یک حدیث است، کسی که بیای پیش یک کس که من چی شما هستم، غریب قریه شما هستم، ما چوپان شما هستم، ما اینا به شما خدمت کردیم، یک ذره پیسه بتین که به ضرورت دارم دیگه، وقت ندارم، اینا میالی برای ما بتین که برم روز خو میرم در رمه، ما خانه دارم، فامیل دارم، برای زمان این میگه ارجع الینا غدا، برو سبا بیا. فیبیتهم الله و یدع العلم و یمسخ آخرین منهم قردة و خنازیر. این حدیث بخاری شریف است. یعنی ببین که خداوند گفته که فیوبید امی کور سر خانه از اینا دوی تپس در بالایش کوس، امی کور سر از اینا چپم میکنه، از اینکه اینا ظالم هستن، این بیچاره غریب هستن، میگه ای چیزی بتین که ما به شما خدمت میکنم کار من چی. او میگه برو سبا بیا. فیوبیتهم الله و یدع العلم، امی کور سرشان چپم میکنه، و یمسح آخرین منهم قردة و باقی مانده از اینا رو به حیث شادی و خوک چی میکنه. بعد میگه که شراء حدیث دو شرح عینی و فتح الباری، اردوش میگه که یخو من است شریعت محمد صلی الله علیه و آله کس شادی چی نمیشه. در جواب میگه در فتح الباری که این مسخ معنوی است، قوارش انسان است، مثل انسان واری است، لکن قلب ازی قلب شادی و خنزیر شده، قطعا سر ازی گپ تاثیر نمیکنه. هیچ یک انسان چی شده دیگر رقم شده، هیچ مثل او آدمی نیست که سابق بود. از این سبب در این روایات میگه که وقتی که دنیا تغییر بخوره، یعنی مردم سکولر رو چی شوه، خداوند چی خود از بین میبره رحمت سری مردم، شعرها به مثل شادی واری تبدیل بشه. ایگه صحیح است، یعنی یک اصل داره ایگه که افغانا برای ای تو کمونست رای میته که شما یعنی چی شما خب باز اونمو قتل است، اونمو کشتار است، اونمو شما چرا عقل خود به کار نمیندازید؟ شما یک آده مسلمان پیدا کنین برای ازو که این حالات از سر شما دور شود. ای چی رقم شما چی دارین؟ خب به هر صورت اینالی بیان چی میکنین؟ میگه و سمایی واو قسم است، و سمایی واو حرف قسم است، و سمایی ذات البروج و اليوم الموعود شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. از این قصه بچه بعضی مردم راجع به چی انفجاری استفاده میکنن، میگن او بچه خدا کشت و مردم مسلمان شد، این انفجاری هم خدا میکشه مردم مسلمان میشه. مثلا بعضی میگن نه، در اسلام یک قاعده است، میگه هر چیزی که در شریعت پیشتر ذکر شده در شریعت بعدی او را قرآن طور حکایه کده باشه که امو گپ درست است، باز او درست است، و اگر او را ذکر نکده باشه او درست نیست. شریعت من قبلنا شریعت لنا، شریعت ما قبل ما شریعت ما هست، قانون ما شده میتونه، در صورتی که پیغمبر ما یا الله سبحانه و تعالی در حدیث یا در آیت او را ذکر کده باشه، یک کاری یعنی پسندیده است و خوب است. فکر شما چی دارید؟ ما که در شریعت ما ذکر نشده، در شریعت ما زدی از او ذکر شده. اگر کسی گفته خدا بکشه او مرتد میمره، کسی که مرتد مرد این قصه قزمان است. قزمان یک صحابی بود، خب اصلا منافق بود،
صحابی هم نبود، منافق بود، خدا بین صحابی بود. این پسان در جنگ داخل شد، وقتی که زن آمدن دید زیر خیمه تنگ چای خود بسته میکنه، واز میکنه، خود بازی میته، دلش نمیشد که بره. باز که رفت این زنا که علالهی که سرش که او جوانا رفت در جهاد توشیشته، این که رفت در اوجه بسیار خوب چی میکرد، جهاد میکرد. به رسول الله صلی الله علیه وسلم یک صحابی گفت که به خدا ایتی یک خوب جهاد میکنه ای آدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم که طرفی سر کرد و هو فی النار، او در آتش دوزخ است. در دل این صحابی شک پیدا شد که ایک خوب ای جهاد میکنه، ای رای میگه که ای چی است، یعنی در آتش دوزخ است. پشت از ای آدم متوجه شد که کدام کیفیت داره. بالاخره دید که یک تیر آمد در سینه ازی خورد، فورا این آدم تاب مقاومت یک لحظه را نداشت، دستی گرفت امی چی خدا ماند پیش روی در پیش قلب خود، سر ازی فشار خود آورد، خدا کشت. وقتی که جنگ خلاص شد، رسول الله صلی الله علیه وسلم امی تمامی امی چیارا شهیدارا امی تمام مردار جمع میکرد، همیشان یک جنازه میکرد. سر از این صحابه استاد شد کی را مرداره، زیرا که در بین مسلمان ها شهید شده. گفت لا ایران رو واه واه فی النار، او در آتش دوزخ است. این حدیث سید بخاری شریف است. این حال اگر شما از اینترنت و از این چیزها استفاده میکنین گپ های ای سروس میگه ولایده است، این عین مغزی گپ است. واه واه فی النار، آتش دوزخ است، او زیرا خودش کشته. پس خود کشتن در شریعت ما منع شده است. قید دو نفر جنگ بکو، از دو نفر که زیاد شده الاکو خدا خودش میتونه که چکنه. ای آیت کلام قرآن کریم است دیگه. بنابراین سب این آمده، اگر فتوا داده کدام آدم، این فتوای خود شما به قرآن و سنت راجع کنه که قرآن و سنت رو تایید میکنه این فتوا را. فضل رحمان یک فتوا بده، یک آدم یک فتوا بده، این فتوا یعنی چی نیست؟ او در یک جایی هست حرکت های استشهادی که گفته بودن در ایسه فلسطینی ها که بحر، رای بحرشان بند بود، رای برشان بند بود، هر چیز بند بود. او را شیخ یاسین گفته بود که شما جان خود چی بسازین؟ اسلحه بسازین، جان خود مثلا وصله بسازین. این چیز بود، او را از بین بردن. او دیگه گپ است با ظروف و مکان و حالات و چی فرق میکنه. در جاهایی که در روی نصرت از هر طرف پیدا میشه و ایجابی همی جنگ نمیکنه، همی چی نمیکنه، ای صحیح نیست، ای صحیح نیست. خب این ای چی است؟ ای جوابش است که شما جواب سوال گرفتین جواب نگیرین، خب شما اونا واری میشه. فکر شما شد یعنی؟ خب و السماء ذات البروج واليوم الموعود شاهد المشرق قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعودون. اینا در سر یعنی چوکی ها میشیشتن سیل میکی چی تاقه دور میخوره، چی تو در میگیره مسلمان ها، چی تو در میگیرن ایره سیل شمه. امی رقم در پلیگون کمونیست ها میشیشت ایره سیل میکردن، بازی که خلاص شد باز میرفتن. یعنی ای چیز است که شما ببینین که کفر کفر است، چی در او وقت بود چی در این وقت است. همه گیش اینمی رقم عقیده داره که مسلمان رو بکشه، مومن رو بکشه، علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینمی نقمت، اینمی عذاب سر از اینا به سبب از اینا که اینا به خدای عزیز حکیم ایمان داشتن، از همین سب اینا رو میکشتن. و ما نقوم الا یؤمن بالله العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهید ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. او کسی که یعنی میکشه مؤمن و مؤمنات را، اونا را هم ای فتنو به معنی حرقوست، اونایی که می سوزانه مسلمان ها را، می کشه مسلمان ها را، اونا را هم خداوند اونمو تو عذاب می تد روزی آخرت. یعنی اونا را هم می سوزانه.
هميرك إنما فتن المؤمنين والمؤمنين من لم يتوفى لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز الكبير. يعني كم يا بيك إن بطش ربك لشديد. گرفتن خداوند بسیار شدید است. خداوند میمانه بسیار وقت میمانه انسان که بکو ظلم بکو ظلم، اما یک دفعه که گرفت، گرفتن الله بسیار شدید است. بد شرابی کلا شدید این بد شرابی کلا شدید اینه یبدی و یعید و هو الغفور و ودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ چه لشکر ها آمدن؟ لشکر بازا بودن که ما دنیا را از فرعون بود، از ثمود بود، چی شدن؟ همش غرق شدن رفتن. الله سبحانه و تعالی اینمی تو مردم های ظالم از بین میبره، هلاک میکنه، ای را چی میکنه. اصلا این اخدود گفته امروز امی سلمان العوده، سلمان العوده یک عالم جید مسلمانی از سعودی است که او یک پروگرام داشت در امی چی پروگرام اینمی تو دعوت، ما از او استفاده میکردیم، اما او رو بیچاره میگه شهید کرد امی پادشاه بچه پادشاه، یا شهید کرده یا در اون لست از گمانم که شهیدش کرده. چند دفعه گفتم بسیار عالم خوب است. او گفته که اینمی اخدود ای در نجران است، در یمن یک جا است نامش نجران، در اوج یک چی است، یک جا است به نام وادی اخدود، یعنی یک وادی است که در اوج این چاهای اخدود کنده بوده. اونا اینمی شخص در اونج زندگی میکرده، امی ظالم امی آدم کش در اوج بوده. و وقویان بعد از 500 میلادی در سال 522 یا در 523 پیش از حادثه اصحاب فیل ای واقع شده، یعنی در مسیحی ها بودن در وقت مسیحی ها، در این وقت ای واقع شده 523 از پیش از پیدا شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیش از میلاد رسول الله صلی الله علیه و سلم، ده ها سال پیش این واقع صورت گرفته. در صحیح مسلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم قصه این بچه و ساحر و راهب، نامی از این بچه عبدالله بوده، ای چی شده است. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ای کدام کس این قبرش پیدا کرده که دیده که از اینش خون میه، هنوز همه تو زنده واری است، از خون میه. بازو رو که چی کرده حضرت عمر گفته که پس بپوشانش، این شهید است، شهید خداوند چی کرده که نه چی نمیکوشش. میگفت ایمان آوردیم برای بگوید. بعد از همان پاچا حفره ها و چقوری ها را حفر کرد در زمین، کسی که مرتد می شد او را رها می کرد و کسی که اصرار می کرد به توحید او را در آن آتش می انداخت تا در بگیرد. و بالاخره نصارا جهت نجات مردم از آن طغیانگر و از حبشه قوای بر ضد او آمد و آن ظالم شکست خورد و خود را در بحر انداخت و غرق شد. و از مسیحی ها قوای خود را آن کردن یادمه کشتن این ظالمه، ای خود نکشتن، ای خودش در بحر انداخت مرد. در این سوره که این سوره را که میخوانید چی از این برداشت میکنین؟ در این سوره تنفر را از چنین تجاوز بر کشتن مردم و مردم را در دینشان بکشن، مثل امروز روهینگا و در آخرت سختترین عذاب دارد. یعنی در روهینگا یک جا است که در اوجه افغانستان مردم دقیق کشته رایستن، از بالا بمبارد میشه، از زیر مسلمان مسلمان هم میکشه. این می جنگ است، این چرا این کشتار است در بین مسلمان ها؟ مسلمان چرا مسلمان هم میکشه؟
بچی با هم صلح نمیکنن که راه خداست و خدا راضی میشه از صلح و مردم راضی میشه از صلح. چرا در وقت صلح یک چیزی میاد، یک عملیه میاد که صلح معطل میکنه؟ شما بشرمین از پیش ترامپ که به سبب یک نفر خود تمام این چی را برهم زد که این نفر ما را کشته، و شما تمام روز یک برادر دیگه خود میکشه. هر دویتون هم از یک خاک، از یک سرزمین. این شما دیوانه نیستین؟ یا مسخه شدین یا شما دیگه رقم مردم هستین. چرا یکی دیگه خود میکشه؟ این لشکر از این چی از این دیگه شی رقم برو بکش. چرا اصلاح مصالحه نمیکنین؟ چرا با هم نمیشینین؟ امیر صلح و صلح خیرون، صلح خیر است. شما باید بشینین افغانا بین خود جور بین، برای کسی که این استعمار است این جواب بتین که ما تا وقتی که پلی تو در اینجا رسید تباه شدیم، این ما دیگه قبول نداریم، برو بخیر ما را رها کن و ما را ببان که ما خودم بین خود جور میشیم. این چی دشمنی است؟ این دشمنی نیست. اگر شما فکر کنین، یعنی اگر واقعیت بسنجیم، هیچ دشمنی. اگر مسلمان باشه، اگر دولت های همسایه ما مسلمان باشه، این کار را نمیکنن، این کار را نمیکنن در حق افغانستان. افغانستان را تباه کردن. چرا این طور میکنن؟ باید که جور شون. در اسلام لا اکراه فی دین گفته، دینی که بر سر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده، او گفته لا اکراه فی دین. هیچ کس کسی رو به زور در دین داخل نمیتونه کنه. اینمی رو منع کرده. آیت 256 در سوره بقره. در این فرموده الله تعالی که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افعند تکره الناس و حتی یکونو. در سوره یونس آیت 99 میفرد که می فرماید که ولو شاء، اگر خدا می خواست همه مردم را در روی زمین مسلمان جور میکرد، جمیعا همشان. آیا با پیغمبر میگه فعند تکره الناس حتی یکون، آیا تو مجبور میسازی مردم که ما چیز؟ نه، پیغمبر هم استاد شد، ما مجبور نمیسازم. قانون اسلام چی است؟ به مردم دعوت میده که دین حق دین اسلام است. در دین اسلام کسی به زور کسی را مسلمان نمی سازد، و کسی به زور نصرانی مسلمان کشته نمی تد. چرا؟ در دینش همین چیز میگه، لیکن اون میگه من 16 سال است که انجیل به همراه ما است، من نمیمانم چی مسلمان ها را. نه، این غلط است، این آدم غلط شده. در اصل دین اکراه نیست در کشتن مردم. اگر دینی که با وحی از طرف جبرائیل علیه السلام از خداوند آورده، در او هیچ جبر نیست که مردم به زور دین، فقط دعوت برسان. اگر کسی دعوت بند کرد که تو نمیتونی دعوت کنی، اون اینجا وقتی است که تو در مقابلش استاد شوی که دعوت من چرا بند کردی. یعنی ای چی است؟ ای راه چی است؟ اما به زور کسی را مسلمان ساختن نیست. اگر دعوت گوش کرد و چی کرد؟ آلی الحمدلله که ترکیه و مالیزیا و چی یک دولت دیگه اینا چی کردن که یک چی به انگلیسی جور کنن که اینمی چیزایی که میگه مسلمان ها ارهابیست و مسلمان ها کشنده است، بالعکس خودی از اینا میکشه. بنابراین مسلمان که اگر در دینش نظر میکنی، در دینش خود کشتن نیست. اگر مسلمانی که آدم همه کشه، او مسلمان نیست. چرا اینجا گفته لا اکراه فی دین؟ به زور تو کسی رو به اسلام داخل کردن نمیتونی. خب ارائیت الذی ینها عبدا اذا صلا، دیدی دیگه سوره چی میگه؟ سوره علق. الله ارائیت الذی ینها عبدا اذا صلا، یک آدم نماز میخونه او رو یک کس من میکنه، یا آزان سر آزانش خنده میکنه، میگه کسی که سر آزان تو خنده میکنه، سری که در نماز تو چی میکنه، او رو دوست نگی.
اگه مسلمان هستی، اگه نیستی سکولر هستی، برو بکار کار که میکنی. و از این جد میان در تاریخ اسلامی که مسلمانان به زور ملت ها را بر داخل شدن در اسلام مجبور نساختن، در حالی که بسیار شهرها را فتح کردن. همین خود هندوستان تقریبا 1000 سال در زیر چی مسلمان ها بود، یک اگر میکرد یک هندو را نمیمان. خانت از حال هندو ها چی است؟ ذاکر نایه بندی کردن. این معنا است که اسلام کسی را به زور مسلمان نمی سازد. ولی نصارا یهود بلکه بت پرستان در عموم دیارشان بر دیاناتشان با هم زندگی می کردن. میگه دمی اندلس یهودا بودن، اقراضی بودن از مسلمان ها و دیگه بودن، هم بگی همیجا زندگی می کردن، همیشان وظیفه داشتن، ماموریت داشتن، هیچ کدامی از اینا را چی نکردن. چرا اسلام اینقدر بد میگیره مردم؟ اگر مسلمان به همراه مثلا کافر همراه مسلمان ها یک جای در حکومت اسلامی زندگی کنه، سر از اونها جزیه است، مثل که سر مسلمان ها مالیه است. مالیه است. ای تو وقتهایی بود که هارون رشید ابراهیم را چلنج میداد، هر جایی که تو میری مالیه ما از پشتت میاد. خدا در بلخ میری، در بخارا، در اون دنیا میری یا در این دنیا یا غرب میری، همه زیر دست ماست. این تو حالت هم از مسلمان ها بود. فکر شما شد؟ این دوران است. هارون رشید میگفت که در تمام دنیا برای پادشاه روم گفت یا کلب روم، ای سگ روم، چی مر روان کو؟ اما پیسه را که سری تو هست که با زود روان کن. گمانم کدام زن یا معتصما گفته، یا معتصما، معتصم بالله خلیفه عباسی بود، برش نوشته کرده بود که زود او زن تو چی بکن و بیزانتین، پادشاه بیزانتین، اگر نه قوای ما میرسد جان. با 40 زن او را بسیار به عزت روان کردن. این دوران مسلمان ها بود. صلاح الدین ایوبی یک قافله مردم کافر سر حاجی ها حمله کرده بود، ایچی هایشان ها گرفته بود، فیسی هایشان ها بگو بگو محبتتان را، قولو لمحمدکم تنصروکم، بگوین برای محمدتان که شما را نصرت کنن. ای آواز رسیده بود و صلاح الدین ایوبی گفتی که کجا بود؟ چی رقم بود؟ جایش گرفته بود. همو آدم هم پیدا کردن. گفت من ایره به شمشیر خود میکشم. کی گفته بود که به محمدی کم، که به محمدتان برون زورتان را بزنین که شما را نصرت کنن. این هم بندی پیروی محمد هستم. گفت بیبی که من چطور تو رو چی میکنم؟ تو دیگه از مسلمان ها قافلش چی بگی؟ تو دوران بود از مسلمان ها. این دوران است. یک وقت از یکی از یکی از وقت تو داولو بینکو یعنی امر متداول است، لیکن یکی که در زمان عظیم خدا زد مسلمان ها را که الله سبحانه و تعالی گفته که و تعد لهم ما استطعت من قوت، و شما اومدگی بگیرین برای کافرها، برای دشمنایتان، هر چی که از سلاح دارین، مثلا از اتم، هر چی پیدا کنین تا که اونا بند شوه. اخو اینا خودشان نکردن، یکی دیگه جان دیگه شان چسبید، یکی دیگه خود میکشن. از این کده بهتر بود که اینا سلاح را برای کسی که دشمنی دین از برای زوم ساختن، او را منع میکردن، او را از وطن خود خارج کنن. این کار نکنده جان یکی دیگه خود چسبیدن. اینجا پسمان شده. پس ما اگلی یک دوران طلایی برای اسلام بود، 1000 سال. بازم این خلافت اخیر ترکان عثمانی را که شکست نمی دادن، این به چل و فریب لارنس آمد و دیگه آمد و اینمی از چی تصوف از جیزا کار گرفت، مردم خیستان بزد یک دیگرشان. خب بر صورت الله سبحانه و تعالی همه گی میگایی آدم قوت میگه، گایی انسان عدالت باید پیش بگیره، کی ظالم است، کی مظلوم است. تو امروز خواهی قدرت هستی، سوا نیستی،
میموری پیش خداوند میری، از پیش تو واقعیت است، از پیش تو فرسان میکنن. مسلمان کشی رو بند کنن، و مسلمان هم تو مسلمانی نباشه که مردم رو بکشن. اسلام به جهت حمایت فرد در اعتقادش و اجازه نداده است به تعذیبشان. هر کس آزاد است در عقیده خود در اسلام. این سوره در مکه نازل، مسلمانان زیر شکنجه بودند، برخی عذاب شدند تا کشته شدند، مثل سومیه مادر عمار بن یاسر رضی الله. به این درس این سوره اشاره می فهمد، مثل آن در این قول الله سبحانه و تعالی برای رسولش: و اما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک. اذا سوره یونس آیت 46 است. اما نورینک بعض الذی نعدهم، چی میگه؟ یعنی احتمال دارد که رسول الله صلی الله علیه و آله ببیند در حیاتش آنچه را الله وعده داده است، یا بعد از وفاتش این حوادث رخ می دهد در ما بعد. یعنی در حیاتش رسول الله صلی الله علیه و آله دید که صحابه ایش می کشه، ابو جهل و غیره و غیره، اونا را اجازه که در حبشه برین. گفت در حبشه یک پادشاه نصرانی است، عادل است، پیش از او برین ولو که نصرانی است. وقتی که اوی مردم رفت، از پشتش مشرکین رفتن هر چی کردن، او گفت نه، اینا از همو چیزی گپ میزنه که با عیسی. در اوج مسلمان ها دیدن که حضرت عیسی نه بچه خداست نه چیز دیگه است، بلکه بنده خداست. نصارا در اوج اینطور عیسی علیه السلام میشناختن. یعنی در حبشه نصرانی ها حضرت عیسی را بچه خدا نمیدانستن، بنده خدا میدانستن. همه گی همو چی هایشان کلیسایشان همه گیش اینطور بود. از این سبب اونا گفت که امو چی رو بالا کرد، چی رئیس حبشه نجاشی، گفت که به خدا قسم از اونمو جایی که بر عیسی علیه السلام آمده این وحیه، امو جا بر سر محمد صلی الله علیه السلام آمده. امین مسلمان شد، فهمید که دین درست است. اینالی بعضی چیزهای دیگه که گفته بعد از وفاتش میه، ایران ما الله گفته بعد از وفات محمد صلی الله علیه و آله بعضی وقایع میه که از کشتن و چی که او را او نمیبینه، لکن برش معلومات داده میشه. و اگر تسلط عام از جهت ارباب قدرت و قوه صورت گیرد، مؤمن از آن راحت نماید. در برخی از آثار آمده است: لو کان المؤمن علی قصبة فی البحر لقيض الله له من يؤذيه، اخرجه ابن ابي شيبه. اگر یک در قصبه بحر دور یک جای باشه، ایتو فتنه ها میه که مؤمن ده همو جا نمیمانه، در بین بحر به جانش میره. تو مسلمان است، یک چی است، یک فتنه است، یک بلا است میاد جان مسلمان ها. مسلمان باید خود خراب نکنه. شرط همیست که مسلمان مسلمان رو بشناسه. تو مسلمان هستی، من مسلمان، ما برادر هستیم، ما چرا قد تو جنگ کنیم، تو چرا قد ما جنگ میکنی؟ باید ما و شما یکی شویم در غیر از او خوینا. ابن خلدون در مقدمهش از مردم دنیا میرن گناهگاری که هیچ اجر نداشته است نسبت ضعف فهم فقیشان در دین. ایچی ما نداره. در مقدمه خود ابن خلدون ذکر میکنه که بسیار مسلمان هاست از دست که ضعف هستند دین خود نمیفهمه، ولو که گناه ندارند، لکن اینا در دوزخ میروند. به سبب چی؟ هیچ فهمی در دین ندارند. مثل حیوان واری، برو نان بخو، برو بیا و جو سکولر است، هیچ چیز از دین خبر نداره، نمیخواه که خبر شود. این مردم که گپ میزنه، همین کسی که دعوت میده، این میره خود گوش بگیره از برای خدا. سوا مرگ است، در دین خود بفهمانین. اگر 24 ساعت است، 15 ساعت شده در دنیا شده، 30 ساعت شده خود دین مصرف کن. یکی عالم گپ میزنه، گپش گوش کن،
یاد بگیری، یقین بکو که خدا هست و تو رو نمیمانه به این رقم. تو اسلام قبول کردی و باز تو لندغر میگردی، آدم میکشی، یا مثلا بدبین مسلمان هستی. این بد میبینی که این چی هست، این مسلمان هست و این خراب هست، تو مردم هستی، تو این چیزای بد بده به اسلام نسبت میتی. ومن قلة فهم وإدراك، أس قلة فهم وإدراك، مقدمة ابن خلدون صفحة 200. يعني بيبينين ما دروغ نميقى ما زوجة گرفتين. مقدمة ابن خلدون صفحة 200، يعني هيج گناه ندارة، لكن ازي كي هيج بدين علاقة ندارة كي دين گوش بگيره. ها تايت سبا كارده، هيچي بكار هست، هيچي كار هست. ملاس ملاقات خنده کو سرش، یعنی تو مردم های چی ملحد است. بعد از او که تو یعنی با علم نداری از عالم شنیدی، بعد از او سرا چی را میگن؟ یعنی مبارزه کو در آی دین. یک آدم دیدی که گپ خراب میزنه، او برادر گپی تو خراب است، تو در دوزخ میری، خدا سر تو عذاب میاره، تو از بودی تو دیگران رو چی میکنه؟ این گپ نگو. در مجلس بودی، در پیش روی مردم، در پشت سر مردم یک رقم باش، و خدای خود یک رقم باش. نترس از مردم، سراع مبارزه بکو. و فی المسند و سنن عن ابن عمر رضی الله عنه النبی صلی الله علیه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا. یک آدم است میگه ولی گمش کن، من در این مسجد نمیرم، مردم خراب است، مرا اذیت میکنن، ایتو میکنن، بعد میای نمی مردم ایتو. بعد بهتر آدم اموز که دمونجا برو ابو را اصلاح کنه. یک روز برش میگه، دو روز میگه، آخر موقع آدم یا اصلاح میشه یا میمره، یا رقم میشه. یا یصبر علی عذابهم خیر من الذی لا یخالف ولا یصبر علی عذابهم. اخرجه البخاری فی الادب المفرد. ای گفت امام بخاری چه در ادب مفرد گفته است. خب گپ ما خلاص شد برادرا، اینجا بعضی چیزهای دیگه من نوشته کردیم. خب گپ دراز است، ما میمانم که شما سوال کنین، سوالای خدا کنین. خدا مهربان است که بخیر وقت ما پورا شد و ای سوره را بخوانین، هر وقت از مفهوم ازی یاد بگیرین که مسلمان ها چی رقم شود که از قتل و از کشتار و از بدبینی دنیا خلاص شود. باید رای خود را حساب کنه، امرای کسی که او را استهزا میکنه، دینش را استهزا میکنه، او را بیکشه، امرای از او چی دوستی داره که او را ضرور باید بخوایی؟ تو خدا داری، تو را از آب به سنگ تبدیل میکنه، ای وطن تو را آباد نمیکنه، برای تو را پیدا میکنه. حالا و علیکم السلام، بفرمایید. ایران تماس میگیرم، شاهین هستم. شاهین هستم، بفرمایید. خواستان پختو وای کفار از برنامه خیلی خوبی داری. بله، واقعا اسلام راه خلوتی دنیا قبل از آخره. اسلام مثلا آخریتی هم وجود نمیداشت. بله، هر که دارن به اسلامی جنگن در واقع زندگی خودشون رو خراب کردن، با خودشون دارن میجنگن. آفرین آفرین. بله، بفرمایید. غیر که پختو هست که پارسی هست، یعنی اگر کسی به این اسلام واقعا عمل مسلمان ها امروز دیگه واقعا مسلمان نیست، اگر مسلمان بود بنام مسلمان هست، بنام مسلمان هست. اینه که من خودم دیگه بودم، اما به اسلام بودی آوردم و شاهدین رو گفتم ما واقعا مثل این صحابه ها هم نمیشه، چون اگر واقعا مثل اون نبودیم عزت دنیا رو بدرزی نبودی و قبل از آخره. آفرین، شاوست، تشکر میکنم از برنامه. بسیار تشکر، خیلی. از کجا گپ میزنید؟ از ایران. آه بسیار خوب، بسیار تشکر، خیلی. برادرها سوال کن، خدا خیر بده. آدم از ایران گفت،
بفرمان سر. و علیکم السلام، بفرمان سر. بابا محترم، جزاک الله خیر از این پروگرام خوب شما. خیر ببینید، زنده باشید. بابا عزیز، پرابلم ما در ایست که ما کلانای ما قابل نصیحت هستند. کلانا میگه که بز از پای خود ویزان است، گوسفند از پای خود. شما ها را به این کارا چی؟ اگر نصیحت کنی میگه تو کیف در ملاک شدی. امروز اگر شما سعی کنی 70% افغانستان سکولار حلقه کرده. بالکل. میگه دین از دولت جدا باشه. غلط. و هیچ کس هم چیزی نمیگه. اگر یک برادر مسلمان چیزی میگه در زندان میفته. بالکل. به خاطر یک خرابکار دوست سعی کنیم که روزها به خاطر پدرام مظاهره میکنن. مگم ده ها عالمی که در زندان افتاده هیچ کس صدای خود بالا نمیکنن. بله بله. من مصیبت از کجا آمده، برای چی آمده؟ در او گفت شما تصدیق میکنم که واقعا مسلمانی که علم نداره از جهالت خود به دوزخ میره. امروز ببینید وطن ما خودتا پروفسور دکتر فروخته، وطن ما خودتا انسان بیکاره نفروخته، انسان مکتب نرفته نفروخته. و خدا قسم هر کسی که سعی کنید شما یا پروفسور است یا دکتر است یا بلکل دیقان بیچاره مجاهد بوده، دیقان بیچاره تا امروز. و حالا قسم است که اگه یک میلی سر دینش چیزی بگی والا قدی بین چپید میکنه، اما قدر قایمی بود. اما تو خوب از ها، اگر شما یک پروگرام برای این سکولارا بگیرید، این سکولارا را خوب برای مردم مرد بودید. بلکل اینا کی هستن، چی هستن، از کجا هستن، چشمک هستن، این مردم بیدار شود. میگم بخیر ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و خیر. برادران تلفن کنین که وقت شماست، ضایع نشه، به زود بگوین. حالا گپ بزنین برادران. بفرمایید. و علیکم السلام، بفرمایید. گپ بزنید. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بفرمایید. پروفسور صاحب جوړ است، بخیر از کابل څخه طرف نه ایم کی. ډیر شکریا، خیر وسه، خدای دې خیر و برکت درکې. مهرباني وکړه. شاید ما وقتش ندارم ترکتر هفته ها، ولی در دقیقه 5
افغانی تا کانادا را مطرح داره تا امریکا و چی ده. خو ما از شوق دینی خود ما خود لازد همه صحبت داریم که با یک دعوتگر صحبت کنیم. اگر ایران میفهمیم که شنوندگان شما مردم با عزت و با غیرت هستن، چی در اروپا، چی در امریکا، کانادا، استرالیا، در عرب، در اینجا، ولی شما بسیار بیننده دارید، این رو مطمئن باشید. در مجموع همین تلویزیون پیام افغان، دیگه دعوتگران هستن، همه افغان ها رو مستفید میشن، چشم برا هستن که چی میشه، یا الله، هر روز ما را به نام خلیلزاد بازی میده، بازی میداد، ولی ما میفهمیم که سران افغانا تمام برادرها شاهد هستند که در بون کی فیصله کرد و چی نوشتن در بون عمل قانونی عبدالله فاهم امضا کرد، برادرها در انترنت نوشته کند بون اول ببین دستانوش کلش به زبان خود بخوانید. فیصله ما اسلام فروخت با صلیبیا، بلکل بلکل یه ازی معلوم میشد که یا در وقت جهاد ایدیای اسلامی نداشتن، فقط ارگ میخواستن و میگفتن با ما بزرگ بزرگ سر علما چی میگو برای صلیبی میگو دور کار نداریم. الله پاک منتقل، الله پاک سریع الحساب، او میفهمه و بندهایش میفهمه. هنوز ما برای دعا میکنیم برای خود ما، هدایت از الله میخواهیم، برای تمام مسلمان ها هدایت میخواهیم. روز ما رای نمیکار ماست، خداوند در ایان اگر تفسیر ما قطع نشده، ما از علما استفاده میکنیم، خود ما تواصل ما داریم میخواد. یعنی واقعا که قرآن کریم محجور کردیم، از پیش ما شکایت میکنه در روز قیامت. ما میترسیم که ما در اون گروه مردم حساب نشویم. خیر از دنیا را باید بتیم، دنیا چی است؟ اگر هر چقدر پول حرام برشان برسد، یک چند گلاس شیرین و ترش و این چیزا از ما اضافتر خواهد خوردن، ولی در حقیقت ایمان فروختن. و خدا قسم برات میخورم که در هر اداره سرانوالی، قضات، پلیس، یک افغان بیچاره برود تا که پولیش به هزار رقم از پیشش نگیره کارش را میکنه. احترام از بین رفته، اعتبار از بین رفته. 7 میلیون در کابل جای بر جای کرده که همه ایشان از هجرت ها آمدن و با هیچ قانون نمیگه فیصدی داریم خوب مردم، ولی اکثریتش به خدا اخلاق اسلامی رو نمیفهمن، هیچ به علما احترام ندارن. اگر از اسلام حد بزنیم اگه یک پشتیبانی رو تعلیم نکنن انده ور خویی خود وظیفه ما و ترسخه قرآن ما دل باته مصورت دیگه. ما ببخشم که وقت دیگه برادران رو میگیریم. ما از پیش شما خوش هستیم، خوب برنامه ها داریم. خدای پاتی در کورس اومد در که چی نور مسلمان در چخه گت واقعی. خدای پامان، خدای پامان، خیر سلامت، خدای خلاص کردیم مصیبتون. بفرمایید برادر. برادرها بفرمایید، حال وقت دارین گپ بزنید. هلو، و علیکم السلام، بفرمایید. سلام علیکم، سلام شما، سلام بر بینندگان وزیر شما در سر تا سر جهان. تسلیم میدارم و پروفسر سر صاحب و سال الحمد منصوری بروی شما تشریح کرده بودم که مومن مسلمان کفی که به خدا و آخرت افیاد شد و کمید و ایمان کمید داشته باشد. متاسفانه ما امروز متزلزل شدیم. ما مسلمانان امروز میبینیم که یکی از شر بزرگ از غرب، یکی از کمونیست، یکی از سکولار، یکی از بیدین، یکی از زمانپرست، یکی از قلپرست دفاع میکنه. متاسفانه در خود ما افغان هاست، ما افغان های روز به هزاران را بیرا و گمرا و منظرون رعایی که خلاف اسلام، خلاف قرآن و شریعت رفته. نگه باز این برادر باز کابل تشریح کردن، توضیح دارن باز این برادر تنیشان ها باز بلند داره این نسیمشان بگردن. خدا خیرش بکنه برادر عبدالله شهلت و مدیجان چند نقش رو زنگ نمیده. بسیار آمورا خدا کنه جور باشه برادر هایی که زنگ میدارن. و ما سوال پروفسر که برنامه از دشیش مسائل جنسی است که در لندن تقریبا هفته گذشته در مکتبهای تدریس بشه
الله ده يا خدا يا خد مؤمن يا مشرك يا كافر يا سكولر يا تجيا بدين با الاسلام عقيده ندارن اين مرتبه شما مي مسائل جدي در اين اجازه دارن شما و در کانادا میدونه در فرانسه جرمنی هم در کل اروپا مگه اینا رو نه که دا برنامه سازه نمید شبکه مثلا شبکه طلای حق و خواهر سبین و منم میخواهی که این برنامه به شکل اسلامی شه تدریس شما به برادرهای و این مسلمان ها به طریق فامیل ها و طریق مادر ها یعنی من میخواستم نظر شما رو بس به صفت یک پروفسور اسلام کسی که در 50-60 سال به این رشته تحصیلات داره تجربه داره و الحمدلله می‌دانه از نظر اسلام اجازه داره ما که این مسائل جنسی را در شبکه مسائل آزاد بلند همونطور بدون شرم و حیا مایی را تدریس کنم یا مثلا در مساجد یا در جایی که تدریس خانه است یا درس داده میشه ما میخواستیم از نظر شریعت از نظر قرآن و سنت شما مشخص بسازید های ما اجازه دارید داره اجازه میده که مسائل جنسی با اولاد و فرزندان بگویید اینه در مرحله ای حال همین هم میخواستم از زبان مبارک شما باده نکیم تشکر از اینکه این وقت دلتم هست همین توضیح شما میخواستم از آلم دور بسر اعتراف بسر مبارک کنم از مسلام علیکم و علیکم و سلام و برکاته مسئله کسی اگه تلفن نکنه خواهی اگر این بحثی هست که جدی هست و در جهان غرب است وقتی که ما ایمان بفرمایید سر هلو و علیکم سر بفرمایید سر هلو بفرمایید سر سلام علیکم و علیکم سلام بفرمایید من یک سوال چی داشتم به اعتبار که این بچه مسلمان یا دختر مسلمان بدون اجازه پدر مادر شده من آرزو کنم باید دیگر شریعت به این باره چی میگه این رو من برتان میگم درست سید این حدیث شریف هست لا نکاح الا بولی و شاهده عدل نکاح نیست مگر به اذن ولی و دو شاهد عادل نکاح نیست مگر به اذن بفرمایید برادر و علیکم السلام مهربانی بکنید متراکاوه چې په جهادي تنظیمو کې په نظم و نس ډسپلین امانتداري سره هېڅ بې سلامي یک مچار هواقاري صاحب د مظهر جهاد کړی دی که نه امانتداري سره نو اوس به د کندهار په دمې کتلی نو هغه ډېر احمق دي نو کندهار والي او رضیو په څه انسان ډېر پرې نه شه راداته چې دی کندهار په لاړ شي د خپل کمپاین وکړي ډېر د شرم ځای دی که جهادي سره بیا چې احترام یې لري که څه جهاد په ملت وکړي لیکن په تنظیم کې په مشرتابه کې د حکمتیار په پتلغه د سویانه سه او ګردې دښمنان نه دي یوازې دا جمعیت و نظام او پهخپله د هغه دې احمق ډېر ډم تر ده چې یو لچاک کثیر د عبدالرزاق قومندان قاتل ورې ورې مقرره کړي هغه د سپیز ځای به ده بې عزتي وکړې ده پرې ریښه وه بیا د شرم ځای وو ما به نور دا موضوع ستا سره مطرح کولی چې که دعوت ورکړې خو هم دا د سربانی کې سیاد به نومه شکایت لري د هو ګوره جهاد کنده کې ده بیتالمال لکه د چنګې پدر جهاد یې پرېښه وه د چور کړې دي مرتال د یاسر قاتل څوک دی نه دي که نه نه وایي وایي موږ ته ملت اوس د سپو خطاب کوي افرې شه اسمن چې دپدر باید د خنزیرو د حقوق خطاب وي وکړي دا دونې جنایت دا جهاد اثر وکړي په دې باندې څه قضاوت کوي دا که شاپ نه څوک دي په دوی شیطاني ویره د جمعیت اثر ولاړ دي جمعیت هغه که چېتري او تنظیم دي په افغانستان کښې شکر د جهاد اثر خیانت وکړي برادر دا به کله اشتراکي وي نو مشر چې خبر وي اختر مازدیګر وي نو غني کوزوک چې زموږ مشر مړ شو شهزاده وي دا به څنګه دا ملک جوړېږي په هېڅ سره کوم ګنجایش نه لري خدای دې په خاطر هر ځوان کندهار د سخنګوی فاروق اعظم یا د اسماعیل یون یا ډاکتر جهاد دا شخصیتونه وایي ورا دا دا موضوع ورځ د ورځې خرابېږي اعصابو ته نارامه کېږي دا وایي چې بل قتل دي راکړه چې بالخصوص بالخصوص دغه د غني مسوده څو امیدونه تړله بل هغه هېڅ شی دا وکړي تشکر تشکر این سوال ها را باید همیشه آدم جواب بگه اول سوالی که برادر کرد که نکاح بدون ولی و شاهد عدل نمیشه
اگر یک دختر خودش بیه چی بکنه؟ یعنی یک نظر است در مذهب حنفی، اگر ولی نداشت، گفته قاضی یا حاکم ولی کسی است که ولی نداره، یعنی پادشاه یا حاکم یا قاضی ولی او دختری است که ولی نداره، این بدون ولی خود نمیشه، باید یک کسی رو ولی بگیره. خب به هر صورت خصوصا در این ممالک غربی که کسی اگه این کار میکنه باید که از طرف ولیش باشه و او اجازه بده، بعد از او ای نکاح شوه. این بسیار مفید است این گپ که بدون ولی صحیح نیست. اما در بعضی چیهای ذکر شده که اگر یک دختر ولیش مثلا خائن باشه، نمیخواه که او به یک آدم خوب بته، در اون صورت باز مثل که خود قاضی باید فیصله کنه ایره به یک کس بته. یعنی که رسول الله صلی الله علیه وسلم یک ولی بوده که گفته که من بچه برادر خود میتم، اون دختر قبول نکده، به رسول الله صلی الله علیه وسلم رفته، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته که نه، تو ولی خائن هستی، من ایره به همو کسی که میخواه به همو میتم، اما آدم خواسته به دست از او داده. این ای حکم شرعی است. راجع به اون مسئله دومی که او برادر فرمود که یک مسئله است که درباره مسائل جنسی ایره باید علما فکر بکنه، ایره بسنجه، زیرا که یک قاعده است در اصول فقه، یکی مصالح مرسله است، یکی سد ذرایع. سد ذرایع ایره میگه که اگر یک چیزی ذریعه برای فساد شوه، اگر چی روا باشه او هم فاسد میشوه، باز سبب شرم و سبب بدنامی و سبب چی میشوه. از این سبب همه جوانب از این سنجیده شوه دفتن. مثلا ما در امریکا بودیم شاگرد، از امریکا که آمدیم در انگلستان، در اوجا ما را میگشتان، در هر چیزای خود نشان میدادم تورزی چی و چیزای خود. یکی از اون جمله ای بود که کسی گفت که شما برین بچی که چی نشان میده، سکس نشان میده. خب ما خود نرفتیم، خب کدام کسی که رفته بود گفت یک دختر آمد و به مردم نشان داد، باز از جمله این بچه ها یکی را آورد و قد خود چی کرد و یک جا کرد، گفت که نی رقم شما چکه. این خوب بسیار نارواست. این قصه را باز یک کسی به شیخ البانی شد که در کویت درس میداد برای از او کرد که این رقم قر خنده کرد، گفت گپ که به اینجا رسید دیگه، خداوند این صاحب بده که جما همی قدر چی شود. یعنی وقتی که این اگه پدر و مادر به یک رقمی میگه که به اولاد خود توصیه میکنه که، یعنی مثلا خصوصا استمناع، یعنی به دست خود یک جوان خود چی کنه، این بسیار ضرر داره. پسان برای از این چیزها رو باید پدر و مادر تعلیم شوه، این چیزها رو نشان بده. اما این چیزهایی که اگر در راجع به یعنی این مسائل جنسی رو مثلا ذکر میکنه، این خوب باید عملی شوه. ولی در غرب خو عملی کردنش برای از اینا کدام پرابلم نیست، اما در اسلام خوب بسیار کلان پرابلم است. ولی در سوره نور الله سبحانه و تعالی میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو برای مؤمنان که شما خود بپوشون از دیدن به طرف یک زن نامحرم، یعنی به شهوت نظر نکنن و گپ بزنن چی بگن، لکن مثل یک برادر و خواب تیر شوه، اما به این نظر نکنن. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بگو برای مؤمنات که چشمای خود بپوشن از دیدن یک بچه نامحرم، چرا که چشمای از این شور میخوره، یعنی یک حرکت دو میه، یعنی میگه باز این زیر تاثیر منفعل میشه، دختر منفعل است و بچه فاعل است، چیش امی خدا و چیاش این بستی، یعنی خلاص میران با فحشا میرسونه. این بسیار باریک چی است مسئله است، من ایره نمیتونم که فتوا بتم و ایره میخوایم که ابتو مکس باشه. فقط پدر و مادر میتونه به یک اندازه چی اینا رو راهنمایی کنه به این چیزا، اما ای اگر درس داده شوه خو این جنبه عملی رو ایجاب میکنه که میگه با عملی بساز، یعنی مثل غربی ها واری باید عملی کنه. این خو اگر او تو عملی نکنه، با شاگردان میگه که اوج عملی بشه، شما دمو عملی نگه، آخر یک در واز میشه. من براتون گفتم که چیز سد ذرایع، سد ذرایع میگه که یک چیز ولو که رواست، لکن تو که او رو بکنی سببی فساد جور میشه. مثلا تو اگه یک بوت دو بزنی، او صاحب بوت
مثلا کسی که بت پرست است خدای حق دو میزن از این سبب بپوشانش، امی که بپوشانی بهتر است. اما تو که باشی امی رقم خوب است از این که ایره افشا کنی و چی کنی. با فکر ما خو فعلا امی طور است، چرا که بسیار فساد است در دنیا، والله اعلم، خدا خودش میدانه. اگر شما کدام رای نو پیدا کنید برو من نمیفهم. در نصوص قرآن کریم خب بسیار دقیق دقت است که این مسائل قابل از این نیست که این عملی شوه پیش شاگردا و این رو ببینن. این خب بسیار چی است، این را فکر نمی کنم که علما اجازه بده یا کدام کسی. اگر بازم اجازه میده و کدام روایت میکنه که او رو ما نمیدانه، او رو ما گفته نمیتانم. و ایره خو ظاهرا ما ایره در این در فکرم نمیه ای که ایره قم چی شوه. این در غرب هست، در انگلستان هست، این چیزا هست. در انگلستان خویی تو راست که بری do you want date؟ تو دیت میخوای؟ یعنی خلاص از پشتت میده. ایره قم خود در عالم اسلام ایره قم نیست که دختر پشت بچه بده و بفرمانیسه استاد محترم، یک نفر از من سوال پرسان کرد. حالا ما میخوانیم که لا اله الا محمد رسول الله. از رفت مطر سلام و میگم کلمه میخوانیم دیگه چی میگوست؟ من نفهمیدم، من فکرم در طرفی وقت بود، وقت ما خلاص شده. خب باز شما گفت تا نبذاریم اونا وقت خود تغییر میده. ما شما میگم که لا اله الا محمد رسول الله. آه. کلمه شدید، کلمه طیبه ده. بله. از رفت مطر سلام و امین افکر میگوست محمد رسول الله؟ بله بله، محمد رسول الله خو هم رسرش که باید وقام بگوه همه که میگفت. بله بله بله. برمای اگر این نفر پرسان کرد از من سوال کرد نزد ما یه نمی چیدی که ما شما می خوانیم که لا اله الا محمد رسول الله عینی چی نزد مطر سلام می گفت لا اله الا محمد رسول الله. بلکل بلکل محمد رسول الله می گفتی خو امر خداوند است. ایرا محمد رسول الله میگم، ما میگم، هر کسی که مسلمان است محمد لا اله الا الله. اگر محمد رسول الله نگویی کلمه تکمیل نمیشه. بله بله. نه ما خوب بستم استاد محترم عزیز که حضرت امت رسول الله خودش امین که محمد رسول الله یا میگفت انا یا اینا او درم بگه که انا رسول الله بگه درست است و محمد رسول الله میگفت. یعنی به نسبت عزیز که همین کلمه است وام میگه و اینی رسول الله ایت رام آمده بسیار جا اینی رسول الله و ایام آمده، لیکن محمد رسول الله آمده بسیار لا اله الا محمد رسول الله. شما ایت رو بگوین که لا اله الا محمد رسول الله. ما میره برج گفتم با دو نفر برمه گفت که میخوان که لا اله الا الله انا محمد رسول الله. نه لا اله الا الله محمد رسول الله. و بعد چی میگه؟ و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. او ده شهادت معنی اشهد ان محمد رسول الله. و علایده کلمه است، کلمه شهادت است. این کلمه عمومی است که کلمه طیبه. نه ده کلمه طیبه خو نمیگه لا محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. شکرت الله. وقتی ما خلاص شده و سوال چی و بله سوال چی ماند از او آجی سب چی هست از که لندن گب میزنه او دیگه بسیار دراز بود او ولی وقت ما خلاص شد. خدا امین برادران تفکره میکنن امک دبی بگم موسا تلفون کرده بودم علی موضوعات سرکی را سوال کنن. این موضوعات مملکت ما شما را کل میگم اگر جدول است ولکنی که سوالای فقی کنم خوبتر است که دین خود رو خواهم که چیگه بله. خود برسانم. بله بله بله. وقت ما بسیار کم است، یک و نیم ساعت است، نیم ساعت برای شما میمانیم و دیگه اونا وقت مالی پوره است، ولی اونا وقت دور دادن چیره خلاص کردن. خدا حافظتان پناهتان بخدا. خب برادرها وقت ما خلاص شد، شما را به خداوند کریم و رحیم اسپارم. الله سبحانه و تعالی در وطن ما و در سایر بلاد اسلامی یک رحمت خود نازل کنه، به گناه ما و به عصیان ما نبینه. پروردگار ما را از این مصیبت خلاص کنه. هر روز مردم بیچاره ما کشته می شود به حیله های مختلف، به نیرنگ های مختلف،
و ای 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 تور میگه و او تور میگه و تور میگه، فقط یک مسلمان میتونه که این موضوع را حل کنه که در رأس قدرت یک مسلمان بشینه، مسلمانی که به قرآن و به حدیث پیغمبر و به این چیزا عقیده داشته باشه، این شخص نجات میده وطنه. در غیر از او به این گفا نجات پیدا نمیکنه. خداوند امیر برای ما چی بکنه؟ وطن ما را نجات بده از این مصائب، از این مشکلات. پروردگار عالم وطن ما را نجات بده، مردم ما از غریبی میمره، میلیون ها روپه مصرف میشه به جای به جای، هیچ راه اسلامی نیست در این وطن. خداوند این وطن اسلامی است و همین اسلامی بسازه و این به جهد مردم میشه. مردم مامور است، مکلف است که این اسلامی بسازه به رحمتی که یا ارحم الراحمین. شما را به خدا سپاریدم. یک ذره مریض بودم تا چی که ایره خداوند رحم کنه دیگه.